با درود بسیار به شما، درود به یاران ایران فردا و همه اونایی که ما رو دوست دارین. از خودتون میدونید چه اونایتون که برمیگردید با نهایت بزرگواری میگید ایران فردای دانشگاه است، چه اونایی که ایران فردا رو سنگ صبور خودتون میدونید، اونایی که درد دلهای سیاسیتون رو با ما در میان میگذارید، اعتراضاتتون رو. به هر حال به خانواده شد. چند روز قبل عطای معینی دوست نازنین و مدیر جی ال ویز باهاش صحبت میکردم، میگو آره یه حالی شما دارید که من جای دیگه پیدا نمیکنم. بنده دولت آنیم که آنی دارد. حضرت حافظ رو باید در نظر داشت، این آن رو باید پیدا کرد. من این آن رو در تک تک وجود همکارانم میبینم. هیچ کدومشون همینجوری همکار ما نشدن. همشون به عشق، به دلیل دوست داشتن، به دلیل عاشق ایران بودن، دلبستگی به فرهنگ ایرانی، به تاریخ ایرانی، و هر کدوم در عرصه خودشون با در نظر گرفتن همه اون شرایط و ضوابط کار میکنن. به همشون درود میفرستم، همه همکاران نازنینم، هر 39 تنی که در جلوی تصویر و پشت تصویر در خدمتشون هستیم و با ما هست. جو بایدن حالا اعلام کردن برنده شده، هنوز نشده، رسمی غیر رسمی، اما این رو بشنوید، حالا که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شده، انشالله که پولای بلوکه شده ایران آزاد میشه، وضع مملکتمون خیلی بهتر میشه، یه خونه و ماشین میخرم میرم زن میگیرم. صحبتهای ایرانی نیست، این صحبتهای یه جوان لبنانی با مادرش. بسیار نکته ظریفی بود، نکته قشنگی بود که یکی از بینندگان ما برای من فرستاد. حقاً من میشونه جوان شیعه لبنانی طرفدار حزب الله باید خوشحال باشه اگه پولای ایران آزاد بشه، نصیب او به مراتب بیشتر از نصیب مردم ایران. خیلی جالب بود، شما در این نوسان دلار رو که نگاه میکردید، وقتی اعلام شد که آقای بایدن برنده شده، قیمت افتاد. دوباره فرداش که لیت و لعل و اگر و اما پیش اومد، دوباره رفت بالا. و این نشان دهنده بی ثباتی یک اقتصاده، یعنی کشوری که یک برنامه اقتصادی دقیق و منظم نداره، حشلحفه، رو هواست. با یک جمله آقای بایدن یا یک جمله آقای ترامپ همه چی میتونه عوض بشه. دونالد یه چیزی میگه صبح دلار میره بالا، جو یه چیزی میگه بعد از ظهر دلار میاد پایین. این نشان دهنده بی ثباتی اقتصاد و نبودن مردان کارآمد هست. دو سه سال پیش یادم از اوایل دولت، بیشتر شد، 5 سال پیش دولت، نه 4 سال، 3 سال و نیم پیش، اوایل دولت دوم حسن روحانی، یه گفتگوی با دکتر فرابخش داشتم. و آرشیو بگردیم پیداش میکنیم اون تاریخ ها. ضمن گفتگویی که داشتیم من گفتم دکتر حالا که این امیدها ایجاد شده، مسئله برجام، مسئله ایجاد یک مکانیزم پیشرفت تولید بیشتر میکرد و پولایی که میدین سرشو بالا بود، گفت اولا سیاست ما اقتصاد محور نیستیم، یعنی وضع اقتصادی تغییری در ثبات یا تغییری در وضع سیاسی، باز شدن دریچه یا بسته شدن نمیده، برای که این رژیم یه ایدئولوژی داره که تنگاتنگ بهش وابسته است و این ایدئولوژی، ایدئولوژی سرکوبگری و آدم کشی است. این ایدئولوژی حرمتی برای انسان قائل نیست، حرمتی برای اندیشه قائل نیست. پولم اگه میگیره مثل روزخونهای قدیم، این پولو میگیره که بره حالشو بکنه، دنبال حال کردنه. یه دم نوکر داره تو لبنان یا تو عراق، بده به اونا براش دست بزنه، سینه بزنه. دقیقا حرفش به تحقیق و به تحقق حرفش انجام گرفت، ما شاهدش بود. این به هر حال اینا رو باید در نظر داشت. کارشناسایی که با دقت امان نظر میشینن، برنامه ریزی میکنن، نگاه میکنن، میبینن، همینجوری برای شما حرف نمیزنن. فکر کنید که بله ناخه اومد یه جمله رو گفت رو.
هرگز جمله رو نمیگن و برن، آنچه میگوین حساب کتاب داره. و بسیار خوشحالم از اینکه ما از تریبونمون تصمیم شد. به شما وعده فروشی نمی کنیم، آرزو فروشی نمی کنیم. 6 ماه دیگه ایران آزاد، 8 ماه، اما ایران آزاد خواهد شد. رژیم جهل و جور و فساد خواهد رفت، در این تردید نکنیم، حتما خواهد رفت. زمانش هم بنده نمیتونم براتون تعیین بکنم، ولی تردید نکنید، این رژیم ساقط شده است. این رژیم، بقای این رژیم هم معلول یک سری عوامل داخلی و خارجی، این رژیم ساقط شده است، اینو تردید درش نکنید. خب یه پیام شفاهی گوش بدیم از دوستان. با عرض سلام جناب آقای دکتر عزیزان نوری‌زاده، خیلی خیلی عذر میخوام که مزاحم شدم، ولی غیر مستقیم به شما هم ربط داره. ما از طریق جی ال ویز برنامه شما رو نگاه میکنیم، ولی الان مدتیه که ما مشکل داریم با این برنامه جی ال ویز. هرچی هم زنگ میزنیم از اروپا که زنگ میزنیم، مثلا از سوئیس بشیم 20 دقیقه 25 دقیقه منتظر بشیم تا جواب بدن. بعد از کم جواب میدن، اولین چیزی که میگه اینترنت شما خوب نیست. میگم خانم، مثلا شما تصور این که به سوئیس بگین اینترنتش خوب نیست، مثلا به کلتون نخواهد رسید، نباید برسه. ولی متاسفانه ما هرچی میگیم، هر وقت ما برنامه شما، مخصوصا برنامه پربیننده شما رو که میخواییم نگاه کنی، برمیگردیم پشت پشت 10 بار برگردیم، پرده سیاه میبینیم. بعضی وقتا نمیاد، بعضی وقتا بعد از چندین امتحان ممکنه برگرد و بعدشم یهو سیاه میشه. این در سوئیس و در آلمان اتفاق میفته. ما چندین بار زنگ زدیم، هم دوستام همین، ولی مثل این که شکمش رو سیر شده آقای جی ال ویز. خواهش میکنم که شما رابطه خوبی دارین، اینو بهشون بگین که مشتری ها رو به زودی از دست خواهند داد. خیلی خیلی عذر میخوام، ولی خواهش میکنم که به ما کمک بکنید که بتونیم برنامه شما رو ببینیم. متشکرم، شب و روزتون دوست من. من اگر از طریق جی ال ویز نگاه میکنید و این اشکالات اونجا پیش اومد، من بهشون میگم. اما یه مشکلی ما داریم، یه مشکل دیگه است. ما این مشکلی داریم که برنامه‌مون از طریق یه شبکه، یه برنامه ویژه‌ای، اون تیکه زنده‌اش پخش میشه، برنامه زنده. گاهی اوقات آنقدر تعداد مراجع زیاده که واقعا گریپاج میکنه به قول مکانیکا، یعنی دیگه نمیکشه، تعداد خیلی زیاد جا نداره. بنابراین اگر چنین اتفاقی افتاده، من پوزش میخوام ازتون. البته من با مسئولان فنی جی ال ویزم چک میکنم و امیدوارم بشه مسئله رو برطرفش کرد. بله، این شکوه رو من از شمار دیگری از علاقمندان به برنامه های ما شنیدم. خب یه پیام کتبی منطقه میگه چند تا جوک بگم یکم دلتون باشه. روزنامه کیهان 8 اسفند، امام خمینی آب و برق مجانی میشود. روزنامه کیهان 3 بهمن 57، امام خمینی در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد. روزنامه کیهان 19 بهمن 57، امام خمینی خانه نخرید، همه را صاحب خانه می کنید. حقوق ملت کرد به خود آنها واگذار می شود. حذف بهره بانکی قطعی است. ما بهره بانکی را برمی‌داریم. کیهان 2 بهمن 57، امام خمینی رئیس جمهور رهبر کشور نخواهم شد. رئیس جمهور و رهبر کشور نخواهم شد. کیهان 26 دی، امام خمینی همه احزاب در ابراز عقیده آزاد هستند. مارکسیست‌ها در ابراز عقیده آزاد هستند. ما زندانی سیاسی نخواهیم داشت. روزنامه کیهان 7 بهمن 57، امام خمینی من پول نفت را سر سفره مردم می آورم. تمام خانوارها باید حقوقی به اسم حق نفت ماهیانه دریافت کنند. روزنامه کیهان 9 بهمن 57، امام خمینی روحانیون نباید در سیاست دخالت کنند. ما سیاست را برای اهل سیاست رها می کنیم. کیهان 9 دی 58، امام خمینی روحانیون نباید رئیس جمهور شد. امام خمینی از این حرفا زیاد زد دوست من. امام خمینی یادم نمیره وقتی آقای خامنه‌ای رو ردای ریاست بر تنشون کردن، آقای خمینی فرمودن که ما آدم نداشتیم شما اومدیم، آدم پیدا کردیم شما فوری به مسجد میرید، در حالی که صدها تن انسان برجسته داشتیم.
شخصیت هایی داشتیم، همونه که آقای خمینی اولش از اسم اونا سوء استفاده کرد در نهضت آزادی، مهندس بازرگان، صحابی، پدر و پسر، و چهره هایی بعد دکتر اردلان شخصیت های برجسته ما زیاد داشت. ولی خب آقای خمینی اینم خودش بود، خودعه کرد، مثل همه کاراش خودعه کرد. واقعا من تاریخو که نگاه میکنم بی حقیقت تر از این مد یک نفر رو هم پیدا نمیکنم. امیر تیمور و چنگیز آدمخوار بودن، ولی آدمخوار بودن میگفتن اونا. آقای آقا محمد خان قاجار هیچ وقت ادعای اینو نکرد که نماینده الهه یا صاحب زمان نشان داره، مستبدی بود، آدم هم باشه. ولی این حضرات که مدعی نایب امام زمانن و بند نافشون به آسمون وصله، اینا رو باید یقشون گرفت. آخو بس کن، خجالت بکشید، مردم حقیقت رو میدونن. این حرفای آقای خمینی رو همه مردم خوندن، من به گوش شنیدم، کنارش ایستاده بود و همون مدرسه علوی. ایشون روز دومی بود که اومده بود، یه دست مردم میمد، آدم های از جمله آقای شهرستانی، شهردار و دیگران دیگه، من دیدنش و ایشون به همه ورد زبانش بود. بلوید آقا به همکارات بگید من به همه خانه مجانم پول نفت رو در خونهاشون تقسیم میکنم، تو به زرا میدونم. ولی بعد تاکیدش مثلا به شهرستانی، شهردار یا به چند تن دیگه از مسئولان که میمدن، بله آقا برید به مردم بگید، به مسئولان بگید، به افسرها بگید، به آقای مهندس بازرگان و فروهر گفته بود، به ارتشی ها بگید من به همه شون خونه میدم، زندگی میدم، بچه هاشون بهترین دانشگاه درس میکنه. این حرف خوبی، فریبکار بزرگ تاریخ. و اگر واقعا ما تأمل کرده بودیم، همون هیچی بزرگی که تو صورت ما پرتاب کرد، باید شخصیت و شأن او رو به ما معرفی کرد. چقدر خوب عرفات رو شناخت. شب دومی که اومده بود، اینا یه بساط قیمه پلو ریختن و حسین آقای خمینی بود و احمد بود و بده دیگه هم بود، خلخالی هم بود، ربانی شیرازی و آقای عرفات هم نشست رو زمین چهارزانو. حالا براش سخت هم بود، بلد نبود بشین، قیمه پلوی زد، بعد پشود اومد توی اتاق این طرف، حسین هم باش اومد، حسین خمینی و هانی حسن هم بود که بعدا سفیر فلسطین در ایران شد و بعدم زد به تیپ رژیم. عرفات اومد این اتاق، رو به حسین خمینی گفت آخه جد تو چه اینقدر قیافش ترسناکه، شما انقلاب رو بردید، الان باید با لبخند و شادی به مردم برو خدا تا وقتی من هستم آدم نکشید، اعدام نکنید. و اینا برنامه داشتن 20 تا دیگه اعدام بود و به خاطر بودن عرفات تا پنجشنبه درس نگرد داشتن و اعدام نکردن و بعدش او رفت. دو سه روز بعد دوباره شروع کرد، از همون اول چهرهشو آشکار کرد. و جالبی بود، از جمله کسایی که خیلی خوب رو شناختن زنده ها دکتر بختیار. من میرفتم نخست وزیری پیشش، میگفت چی دیدی؟ اون گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بابا انو ندیدی، شما خمینی رو نمیشناسید، من اینا رو میشناسم، اون برادرش هندی که سر دفتر بوده میشناسم، اینا رو همه شونو میشناسم، اینا نزدیک من توی بختیاری و داستانها از اینا دارم. خیلی جالب. خب یک پیام کتبی دیگه. سلام جناب دکتر نوریز، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. از راهنمایی شما استفاده میکنیم، من شخصا خودم عاشقتم، بزرگ مرد، برای یه آخوند کار میکنم که مف میخورن و میخوابن، حرف از عدالت هم میزنیم، بحث میکنیم در مورد اسلام، من میگم شما دین غارت و قتل و تبلیغ میکنید، طبق کتاب مقدس خودشون محکومش میکنم ولی قبول نمیکنه، چی کارش کنم عزیزم؟ چی کارش میخواد بکنه؟ یاد داشت کن رفتارشو، عمل کردشو، به زودی در اون دادگاه بزرگ ملی که باید تشکیل بشه که به جرائم اینها رسیدگی بشه،
آدمی مثل تو باید بیای با این مدارکی که داری، نوشته‌ای که داری اونجا حاضر باش. ما به هر حال بسیار احتیاج داریم به این نوع مدارک مستند که شأن و شخصیت و جایگاه افراد رو روشن بکنه در دادگاه ملی که فردای روز آزادی باید برپا بشه. یک پیام شفاهی رو بشنوید. با سلام، من سلام دوباره میخواستم یه تشکر ویژه داشته باشم از برنامه چارسو و خانم لیلا سامانی، و من از ایرانم تماس میگیرم. واقعا برنامه شون مفیده، من همیشه بهش نگاه میکنم و خیلی دوستشو دارم. آرزوی موفقیت فراوان براشو دارم. مرسی، کاران هستم از ایران. بله، ممنونم عزیزم، ممنون از لطفت. این جوانایی که میان و میبینن برنامه رو گوش میدن و تأمل دارن رو برنامه ها، منو خیلی شاد میکنه. برای اینکه میگم ما تلویزیون بزن و با کوب و نمیدونم صبح بیا اینجا شب برو اونجا، از این کاره نمی کنیم و تأمل میکنیم روی حرفمون، روی کلاممون، روی گفته هامون، و اینکه مورد پسند شما واقع میشه. خیلی هم امکانات مالیمون محدوده، 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 4 هم در کار نیست، یک ایران فردا داریم همین. و بنابراین دقتی که داریم رو کارا، روی پیام های شما، یه چیز حیاتیه برای ما. ما همینجوری و حیاتیه با این زندگی می. پیامی داده دوستی برای من که با سلام خدمت های نوزاده عزیز، داشتم برنامه اینترنشنال رو چک میکردم، منظورش ایران اینترنشنال، دیدم آقای شریعت مداری به جو بایدن تبریک گفت. آخه چرا وقتی هنوز معلوم نیست تبریک گفت؟ از طرفی خواهر سرنگونی نظام اطلبی تبریک به حامی جمهوری اسلامی می. ما کدوم رو باور کنیم؟ خواهشن پیام منو به گوش آقای نوزاده برسون. دوست عزیز من، اولا این تصوری که آقای بایدن رفیق و یار قاره ای داست، این تصور غلطی است. من تو برنامه‌ام دوبار پخش کردم بایدن داره میگه صهیونیسته، میگه درسته من مسیحی کاتولیکم، اما با پدرم که صحبت کردم گفت مسیحی بودن با صهیونیست بودن تعارضی نداره. ایشون میگه من صهیونیستم، و صهیونیست یعنی با گوشت و پوست و جانش مدافع اسرائیل و مسائل اسرائیل. بعد ایشون راجب سلیمانی میگه یه جنایتکار از رو زمین برداشتن، خیلی هم کار خوبی بود، یه آدم کش بود. پس اینجوری فکر نکنید که آقا به همین سادگی تموم شد و آقای جو بایدن طرفدار رژیم. نه، اتفاقا اپوزیسیون باید با جو بایدن اگر رئیس جمهور آمریکا شد باید باش گفتگو کنه، باید باب گفتگو رو باز کنه باهاش. این یه چیز ضروری است که ما با طرفمون گفته بود کنیم. آقای مهند شریعت مداری و دوستانشون یک جنبشی رو در اختیار دارن، کار میکنن روش، گزاره به دموکراسی. طبیعی است که باید برن صحبت کنن، باید اولا تلاش بکنن به رسمیت شناخته بشن، خیلی مهمه. دولت آمریکا در سال 57 همین آقای کارتر و دوستانشون اپوزیسیون رو به رسمیت شناختن، آقای خمینی رو به رسمیت شناختن، مأمور میفرستن پاریس که برای آقای خمینی رو ببینه. همین اتفاق باید امروز بیفته که رژیم احساس بکنه پشتش خالی شد، اون وقت خیلی سریع فرو میدیزن. بنابراین گفتگو با قدرت‌های بزرگ عیب نیست، باید هم گفتگو کرد. با خانم مرکل گفتگو کرد، با نخست وزیر بریتانیا، با آقای مکرون، با همه باید گفتگو کرد و بهشون گفت، با کشورهای منطقه باید گفتگو کرد. همینجوری نمیشه که آدم رها کنه. خب یک پیام شفاهی رو بگم بید لطفا. آقا این سایپا خودروساز ایران خودروی کراس آور جدیدش رو نامش رو گذاشته آریا، که یک اسم تقریبا ایرانی و قدیمی است. ما قبلا هم داشتیم آریا شاهین که در ایران مونتاژ میشد. بله. من میخواستم
از جمهوری اسلامی بپرسم آقا چرا میذارید آریا، ما اینکه شرکت دولتی هم هست، بذارید ابوالفضل، قمر بنی هاشم، جعفر صادق، از این اسمای اسلامی بذارید روی اتومبیل هم دیگه. شما که همه چی رو جنگنده ها و نمیدونم اصطلاحاتون اسامی عربی و اماما و ایناست، اینا رو هم این خودروها رو هم دیگه بخواید به مردم بفروشید اسم ایرانی میذارید روش، دروبازی در آوردین. اینا رو هم بذارید اسم اماما رو بذارید روی خودروها که بهتون بیاد، همون خودروی آریا رو بذارید قمر بنی هاشم، ابوالفضل، چه میدونم جعفر صادق، زنال آبدین بیمار، چون ماشین هم همه خرابه واقعا نقص و عیب داره، اسمشون رو بذارین زنال آبدین بیمار به جا آریا، من پیشنهاد میکنم. دوست من بیشتر میاد به حکومت، بیشتر میخوره آریا اگه میذارن، به خاطر اینکه نه فقط در ایران، در خارج هم که ماشین مثلا سوریه و لبنان اینا مثل قمر بنی هاشم نمیخره، ابوالفضل نمیخره. ارتش به خاطر اون روحیه ملی تولیداتی که داره اسمشو ببینه، آذرخش میزنه، تولیداتش تولیدات ملیه، اسم ملی. سپاهی ها که سرسپرده اون ضد فرهنگن تیرن ابابیل میزن، زیردریایی از روسیه میخرن، اسم زیردریایی میزن هوت، اسم زیردریایی باید هوت و لوت و موت باشه، از این چیزا میزن. آقا ما یک موشک تیرن ابابیل درست کردیم، چجور موشک های درست کردیم؟ ولفجر پنج، هواپیمای پهباد ولفجر پنج میره بالا میاد پایین، هیچ کم نمیبیند. این روحی و فرهنگ روزخون چه انتظار بیشتری ازش داریم؟ روزخونه دیگه، وقتی یک چیزی هم حالا از برکت بچه های فنی درست بکنه حتما باید یک اسمی ازش بذاره که رو منبر یاد میکنه. ما یک موشک حبیب ابن مظاهر ساختیم، باید اینجوری باشه تا راضی بشن، چون حس بکنن که آه ما درست کردیم. این هواپیمای پهبادی که ما الان درست کردیم، جعفر طیار، تمام عرض دنیا رو طیار عرض میکنه. زیاد فکر نکن برادر، از آخوند روزخون که انتظار بیشتری نه. با درود دکتر نوری‌زاده، خواهش میکنم سلام خانواده ما را به شاهزاده رضا پهلوی برسانید و به ایشان بگویید لطفاً کمک مردم ایران بکنید با امید پیروزی بر دشخیمان اسلامی ایران. دوستتون داریم، با سپاس از جناب عالی. ممنونم پسرم، منم دوست دارم. شاهزاده حتما این پیام تو رو میشنون و تردیدی ندارم، اونم الان تمام دل مشغولی شما هست، تمام دل مشغولیش اینه که در وطنش چه میگذره، این اوضاع و روزگار و احوالی که در ایران هست او رو هم ناراحت و آزرده میکنه و دلنگرانه. من میبینم وقتی صحبتی میکنیم گاهی متوجه هستم تا چه حد نگرانه. یک پیام کتبی رو براتون بخونم. با سلام خدمت آقای دکتر، انتخابات آمریکا تمام شد و آقای بایدن رئیس جمهور شد. این مدت مردم ما هم خیلی براشون حساس شده بود که چه کسی انتخاب میشه. آقای دکتر، درست که آقای ترامپ رژیم رو به ذلت انداخته، ولی ما مردم نباید آینده خودمون رو به خارج گره بزنیم. آفرین. این که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشه برای ما مهم نیست، مهم هست، ولی ما نباید ناامید بشیم. مطمئن باشید اگه ترامپ هم برنده میشد با رژیم به توافق می‌رسید. همونطور که چندین بار گفته بود نمیخواست رژیم رو تغییر بده. اگه رژیم 42 ساله که حکومت میکنه فقط یک دلیل داره و اون که ما سقوط کردیم با تشکر عبدالله. عبدالله جان واقعا باید واژگان زیبایت رو بوسید، ستایش کرد. کاملا باید موافقم. ما اگر همت بکنیم، من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. اون وقت آقای جو بایدن باشه، آقای ترامپ باشه، آقای کلینتون باشه، آقای بوش پسر باشه، هر کدومشون باشن فرقی نداره، حتی همون کارتر خیانتکار به مسائل ملی ما، گزیر و چاره جز این ندارن که تسلیم اراده ملت ما بشن.
این ملت ماست که اراده خود رو تحمیل میکنه بر جهانیان. این رژیم فاسد رو ما نمیخوان و اگر شما بهش کمک بکنید میشید در صف دشمنان ما. این پیام راحت میشه به دنیا رسون، به دست شما مردم. حالا زمینید یک درنگ کوتاهی بکنیم. یک زن و مرد عاشق شمالی هستن که از گاهی برامون میخونن با هم. با درود دوباره، بسیار زیبا، بسیار زیبا بودین. جنگل رو که من میدیدم، چند جا شمال جنگل هایی هست که خیلی دوست دارم. یکی بالای متلقو میدید توی طرف هتل هایت یا حیات، روبروش جنگلی هست فوق العاده. یکی نهارخوران تو گرگان، در وقت این دوست عزیزمون محمد سفریان رو با صحبت میکنم، یا من نهارخوران چه خبر، من مدتی اومده از اونجا بیرون و برای جنگل بسیار زیبایی و یه جنگلی که باز در راه شمال بود و غزاله علیزاده در اونجا خودکشی. مشهد چه میکنن این بر سر اهل قلم. لابد برنامه جمعه ما رو دیدید با دوست فرزانه و نویسنده که خود شاهد لحظات، دکتر کاظم کردوانی. اگرم ندیدین دوباره برید تو آرشیو ببینید. برام پیامی براتون میخونم. با درود، به نظر من واسه آینده ایران حکومت پادشاهی به درد نمیخوره، چون با این اسطوره سازی و شخص پرستی که ما ایرانی ها داریم به کسی مانند پادشاه، هرچند اولش هم محدود به پارلمان باشه، یواش یواش تبدیل به یه دیکتاتور میشه. ما هیچ کس رو نمیخوایم که مادام العمر باشه، حالا چه اسمش پرا باشه، چه آخون، چه درویش. بی زحمت از مهمانانتون بپرسید و نظرشون رو جویا شوید. سپاسگزارم. خب دوست من، اولا یه نکته رو من بگم. کی گفته که یه رئیس جمهور نمیتونه دیکتاتور بشه؟ نگاه کن، بشار اسد باباش 30 سال بوده، بعد خودش اومده دائم العمر، چون هر سال 6 سال 5 سال یه بار با 99.2% انتخاب میشه. کیم جون اون چجوری رئیس جمهور؟ آقای پوتین رو که میخواد برداره. به هر حال اینا داستان. اگر کانتنت رو ما سرش توافق کنیم، چارچوب قانون اساسیمون یه چارچوب دموکراتیک باشه، امریکا رو نگاه کن، واقعا آدم حزم کنه. دموکراسی چیز عظیمیه، اشکالاتی هم داره، اشکالاتی هم داره. چرچیل هم همین رو میگه، میگه پر از اشکالات ولی بهترین. و اینکه در این شرایط شما الان بحث پادشاه و رئیس جمهور نداری، شما بحث این رو داری آیا سکولار رو قبول داری، سکولاریزم رو، یک جدایی دین از دولت رو پذیرفتی، آزادی زن و مرد تساویش رو قبول داری، حقوق مردم ایران مساوی است فارغ از مذهب و نژاد و غیره و غیره، آزادی مطبوعات رو قبول داری، آزادی احزاب سیاسی رو قبول داری، بر دوست داری اینا در چارچوب یه حکومت تجلی پیدا کنه، بر و دوست داری حکومت 4 سال انتخاب بشه، بعد از 4 سال مردم رای بدن نخواستن رد بشه، درست؟ همه اینا درست. حالا این حکومت یه نماد میخواد، نماد وحدت ملی. اگر روزی خدای نکرده کشور در معرض خطر قرار گرفت، یه نماد وحدت ملی باشه که فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و غیره، نمادی ملی برای همه ایرانیا باشه. حالا اسمش رو تو میذاری رئیس جمهور یا اسمش رو میذاری پادشاه مشروطه، فرق نمی کنه. مهم اینه اون چارچوب رو ما بپذیریم، اندیشه ما توان هضم اون چارچوب رو داشته باشه. دعوای ما بر سر شاه و رئیس نداریم، فرق نمی کنه. هر دوشون اگر دیکتاتور شدن، اتفاقا اون نوع ریاستیش خیلی زودتر دیکتاتور میشه. شما نگاه کنید کشورهای منطقه همسایگان، اونایی که جمهوری هستن به مراتب دیکتاتورتر تا اونایی که پادشاهی هستن. شما در اردن اصلا احساس خفقان نمی کنید، تو مغرب هم اینجور، تو امارات هم اینجور، تو کویت هم اینجور.
ولی پاتو میذاری تو سوریه نفست میگیره. و بقیه کشورها که نظام جمهوری، چه بلایی با این نظام جمهوری سر مردم آورد. اینا هیچ وقت نباید یادمون بره. و ما مسئله ما نیست که به شاه باشه یا رئیس جمهور این رو بخوان دارن. ما مسئله اینه که ما ملتی باشیم که به چارچوب یک نظام قانونی سکولار معتقد به تساوی ایرانیان از هر نژاد و مذهب ایمان و اعتقاد داشته باشیم. این چیزی که ما میخوایم. بقیه چیزهای دیگه میگیم همه فرع قضیه است. ما دعوا بر سر فروع هرگز نخواهیم کرد. فروع برای ما معنا نداره. یک پیام شفاهی رو اول به من بدید. با سلام خدمت آقای دکتر نوری‌زاده و تمام همکاران زحمتکش هموطن در ایران فرد. الان که مزاحم شدم میخواستم یک درود بفرستم به جناب آقای دکتر سازگارا که واقعا صحبت هایی که فرمودن برای برنامه روز چهارشنبه بسیار دقیق درست و طبق آمار بود و برای این برای تمام ایرانیان و تمام دنیا خیلی خیلی مهم. فقط هم خواستم یک نکته دیگه هم خدمت های دکتر بگم که واقعا باز خنده بود که این خانم سید نیا هست که یکی از مجریان من و تو خوب حساب خانم ابتکار رسید که خانم ابتکار نظر داده بودن در توییتر که خانم سید نیا خوب جوابشو داد که گفت با کارا چی کار داری و حال پسر آقازادش هم پرسیدن. گفتم اینم خدمتتون بگم. حالا ما هنوز که الان من امروز که روز پنجشنبه که مزاحم شدم هنوز ما در امریکا منتظریم ببینیم که چه خواهد شد، که ببینیم تکلیف نوادا و آریزونا چه خواهد شد. با تشکر از زحمات، درود به همگی شما. پاینده باد ایران، زنده باد آزادی. ممنونم پسرم، بسیار سپاسگزارم ازت و اینکه اینقدر دقت و توجه به برنامه ها داری. تلاش میکنیم یه پسرم، تمام وجودمون تلاشه و همه میکوشیم که دکتر سازگارم، من جمشید چالنگی هر کدوم میخوام اسم بیارم، دونه دونه آقای فروزنده، همین رو بحثایی که پیش میاد، داستان چالش که الان بهش توجه پیدا کردید، ناصر شاهین‌پر با روایت ویژه که از تاریخ داره و کاردان، اسداللهی، علیرضا میبودی عزیزم که شهرزاد زنگم گفتم آقا درود بر تو، این جوانایی که میاری فوق العاده خوبه، همون کاری که چالنگی هم داره میکنه و این جوانایی که میاد همشون کارشون خوبه. از کی بگم، بچه‌هایی که در ایران برنامه میسازن. چند روز پیش داشتم ماندگاران رو میدم، یک دفعه تصویر اصغر واقعی عزیزم، چقدر شادمانم کرد، چقدر خوشحال شدم اصغر جان عزیزم. و میدونستم دارم بچه ها درست میکنن کارش. به هر حال ما این با نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریفم. خب یه کتبی براتون بکنم. با درود عرض ارادت حضور دکتر نوری‌زاده عزیزم، ای تنها وطن پرست واقعی، نه ایدم خیلی هم گنده نکن، اما وطنمون عاشقانه دوست داریم. ای منتظر باز شدن پنجره خانه پدری هست و ای زوار خاک پدری و مادری، ای کسی که انتظار دیدار خاک کوروش رو داری، به حرمت 41 سال جنگ با وطن فروشان از حضورتان درخواست میکنم نوشته و مانیفست جناب دکتر شعله سعدی رو در یوتیوب منتشر فرمایید، رضا از مشهد. رضا جان ما منتشر کردیم عزیزم، در نگاهی مراجعه بکنید به سایت ما هم در اونجا هم در خلیج فارس هر دوشو منتشر کردیم. بله آقای دکتر شعله سعدی که دیگه مرتب مهمان ما هست، اینجا پیش ما هست و گفتگو و گپ داریم باش. حالا به زودی در یک فرمت دیگه میشون رو ملاحظه خواهید کرد. درود بر شما. دلم پر از خون است از اینکه مردان و زنان فرهیخته‌ای که آینده ساز میهن بودند و وطن پرست
مر کدام آوارو خانه به دوش در غربت شده و نخواستن دست بیعت با حکومت جور و ستم آخوندی بدهن. از جمله که از دوستان من که نمیتوانم به دلیل امنیتی که گریبانگیر همسر او میشود نام او را بر زبان بیاورم. از جمله بله، مردی که سالها در عرصه هنر هفتم ایران زمینه فعالیت‌های چشم ایران زمین فعالیت‌های چشمی داشت. سیاستمداران او را با موج خود بردند، به او جایگاه دادند، اما او ماهیت وطن پرستی خود را حفظ کرد و از خدمت به مردم در پست‌های مدیریتی دریغ نکرد. او در حوادث گوناگون بازیگر یاریگر مردم شد. او دستگیر نیازمندان بود. نهایتاً به دلیل محبوبیت بین مردم سیبل اتهامات حکومت شد. بازداشت شد، شکنجه شد. مادرش را با شکنجه های روانی از او گرفتند و نهایتاً سر به کوه و جنگل گذاشت و به ناکجا آباد متواری شد. عشق ریختن وقتی همسر او عشق میدید که بارها و بارها دستگیر شد تا مخفیگاه او را اعتراف کند. فرزند دوست دیرینه من از نبود پدر افسردگی گرفته و این پدر همچنان سردرگم ناکجا آباد است. باعث تأسف است و ننگ بر رژیم ظلم و ستم. بیشمار یعنی واقعا ننگ بر. این رژیم جای سالمی نگذاشته. یعنی آدم واقعا جز لعنت و نفرین کاری نمیتونه، حرفی نمیتونه بزنه. اما زمینه برکندن این رژیم لعنت و نفرین نیست. حالا تو خیابون چهارتا هم ناسا گفت. این اصلا برایشون مهم نیست. این پوست کلوف از این ناسزاها دردش نمیاد. اون شاه بدبخت دوتا انتقاد میشد، عفو بین‌الملل یه چیزی میگفت به جوش میمد، گروه میفرستاد برید صحبت کنید بگید آخه کجا چرا منصفانه نیستن. این اصلا این خیال صبح تا شب بهشون فوش میده. این خیالش بود. نسرین زاغعی رو شوهرش نگران او و بچهشه. اینا فردا میگه یه دادگاه دیگه بزنید، یه پنج سال دیگه بهش بدید، چون انگلیس‌ها پول ما رو با بهره نمیدن. ای آقا امام خمینی که ما بهره نمیگیم، بانک ها بهره نیستن. آقا ول کنی حرفا چیه؟ امام خمینی بس خودش کرد. امام خمینی یه چیزی گفت، ما که نباید در حرفای امام خمینی اسیر باشیم. ما که نباید هرچی امام خمینی گفت اونو بزنیم تو سرمون. امام خمینی بس خودش گفت. اینم جوابشون از زبان خودشون شنیدم، آخوندی که اینجا لندن اومد. امام خمینی برای خودش کرد. مدی که 100,000 تومان طلا نشمرده بود، میلیون میلیون می تقسیم میکرد میبخشید. اینم داستانی. در برنامه سه شنبه شب شما وقتی در مورد طیب حاج‌رضایی حرف میزدید از واژه و لفظ کودتا در مورد واقعی 28 مرداد استفاده کرد. گرچه به نظر من کودتا دانستن این موضوع برای دوستدارانش به جایگاه حماسه کربلا برای جمهوری اسلامی است، اما سوال من اینجاست، آیا شما هنوز معتقدید این واقع کودتاست؟ ببینیم به دو صورت میشه 25 و 28 مرداد رو بهش پرد. در 25 مرداد شاه فرمان عزل دکتر مصدق رو داده. این فرمان عزل در غیاب مجلس حاکمیت قانونی داره. مورد پذیرش قرار نمیگیره، زندیات دکتر مصدق این رو به وزراش هم نمی. صبح روز بعد که دکتر فاطمی سخت برمیاشوبد و میگه باید شاه رو عزل. یکی هم داستان روز 28 مرداد که مردم میزن خیابون و بعد حالا اگر به اولی اسم کودتا بدیم، دومی هم عنوان کودتا خوب میشه، عادلانه میشه، دو کودتا انجام میده. ولی نمیشه یکی رو گفت که پا گذاشتن روی قانون اساسیه و اون یکی رو گفت کودتا کودتاست، یا این یکی کودتا نیست اون یکی کودتاست. نه، نمیشه. یک مجموعه تاریخ نویس آزاده وطن دوست ملی باید بنشینن این واژگان رو الگ کنن و اون واژه مطلوب رو براش پیدا کنن. من اعتقاد دارم زمان بحث کردن بر سر این موضوعات فرا نرسیده. روزی که ایران آزاد بود، روزی که یک نظام سکولار مردم سالار بر ایران حاکمیت داشت، اون وقت میشه راجع به این قضایا به تفصیل
در یک جایگاه علمی و در یک جایگاهی که میتواند حکم بکنه بررسی کرد و به نتیجه رسید. بسیار ممنونم است. امیدوارم این خیلی خوشحالم این رو بحثو وقتی مطرح میشه من شاد میشم. یعنی از دیدگاه خودم میبینم هموطنان من، یاران ما دارن میرسن به اون مراحلی که دیگه این چیزای احساساتی فریبشون رو نمیده و واقعا روی قضایا تعامل درست میکنه. خب اجازه بدید دیگه پیام شفایی رو بشنویم. درد زمان این نیست از عاشقان گفتن، با این همه مصیبت باید به خانه گفتن. مجنون و لیلی دیگر درد زمان ما نیست از آه مردم گفتن، درد زمان گفتن. حافظ یکی دردانی اما چی سود سراغش، با فکر بیخیالی چنگ و چغان گفتن. ابرو کمان مهوش تابند زلف فریبش، این نیست راه شاعر از عاشقان گفتن. رسم دیگر بیاموز، راه دیگر تو بگیر، از ظلم و از جنایت از ظالمان گفتن. بهتر بود که گویی انسانیت کجا رفت، کم کن تو از جهالت و از کودکان گفتن. برخیز تو از دلت بود از جور این زمانه، کمتر فسانه خواندن، کمتر فسانه گفتن. شاعر نباشد آن کس تب عشق یار گوید، وزن و عروض و ظاهر و از این بهانه گفتن. سازد ردیف سنگین، سازد ردیف سنگین با قافیه پرچین، والد به خود غزلوار از حافظان گفتن. حافظ صدای دردی مدهوش کرده خلقی، هر شعر پرفروغش درد زمان گفتن. هر شعر پرفروغش درد زمان گفتن. بسیار ممنونم. بله بله، وقتی آدم به حضرت شعر سر میزنه، وقتی میره تو اون دنیا و فضا، خیلی طبیعی است که حکایت حکایت دیگری میشود. من واقعا گاهی اوقات شعر چنان روی من تأثیر میذاره، تأملی میکنم، میگم خدایا چی میکنه انسان با شعر، چی کار میکنه با شعر آدم. بعد میگم خب اشکال نداره، ما با شعر زندگی میکنیم، شعر جزی از وجود ماست و ما یگانه ملتی هستیم در میان ملل که شعر میتونه حالش رو دگرگون کنه، روحیه اجتماعیش رو، در فرهنگش، حتی در انقلاب میبینید که چطور یک شعر، یک ترانه میتونه زیر و رو کنه مردم. واقعا ما از این نظر تکیم، از ملتهای که نظیرمون اصلا پیدا نمیشه. و من واقعا واقعا امیدوارم که هرچه بیشتر مردم ما دل به ادبیات ببندن، هرچه بیشتر توی ادبیات، یعنی در ادبیات میتونید حقیقت رو پیدا کنید، اونم ادبیات ایران، که شما یه طرف حضرت فردوسی رو دارید که اونجور حماسه آفرین سخن میگه، اینطور و حضرت حافظ رو دارید، خیام رو دارید، سعدی، مولانا، هر کدوم نظامی، این زیبانگری نظامی اصلا بی نظیر. خاقانی رو دارید، حماسه سرای ملی، آن ای دل عبرت بین، آن ای دل عبرت بین، رفتی جوری تاق کسرا خورد شده ویران، و دیده نظر کنن ایوان مدائن را آینه عبرت دان. واقعا نمیتونه، این بارگاه داد است، کین رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خزلان. اینجا جایی بوده که ملک روم و اینا سر میسازدن، حالا ببین چی شده. وقت برای خمینی قبر میسازن،
میلیاردها تومان خرجش میکنن، از گلوی بیوه زن و بچه یتیم میزنن، اونجا گنبد و بارقا و طلا غیره و میناکاری میزنن و دو روز دیگه نمیدونن سرنوشت این آرامگاه چطور خواهد بود. اون آرامگاه ساده رضا شاه رو اینا تحمل نکرد. ملت ما آرامگاه خمینی رو بعد از سقوط رژیم تحمل میکنه؟ گمان نمیکنه. گمان نمیکنه. دوستی برای من نوشته که ما جوانان 8 سال برای این مملکت جنگیدیم، تعداد بیشماری جان خودمون رو به خاطر حفظ خاک دست دادیم، اما مسئولین بی‌لیاقت و وطن فروش مملکت رو به ثمن بخش به بیگانه میبخشن، انگار این خاک ثروت پدرانشون. بله دوست من، زمانی که قرارداد ننگین گلستان و بعد ترکمانچای بسته شد و فتحعلی‌شاه 17 شهر قفقاز رو به روس‌ها بخشید و در مقابل تضمینی گرفت که سلطنت در خانواده عباس میرزا فرزندش و فرزندان او دوام داشت، مردم ایران از فردای اون روز فتحعلی‌شاه رو در صف قائلین گذاشت و تمام اون رجال اون دوره رو محکوم کرد. بعد از او حتی محمدشاه در اون دوران کوتاه سلطنتش مریضم بود و یک زن محتولی ها دسیسه کار داشت، نتونست این فضا رو تغییر بده. حالا سلطنت ناصرشاه 50 سال بود و اوضاع عوض شد یک شکل دیگه. شما فهم کنید مردم ایران از این رژیم بگذرن که دریای مازندران رو به روسا داد، سهم 43% ما به 11% رسید؟ نه. فکر کنید مردم اینا رو میبخشن که دریای عمان رو و تا قسمتی خلیج فارس رو به چینی ها داده؟ نه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا برنامه دیگر. همینجور فکر میکنم همین ساعت همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.